دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به حادثه درگیری بر سر سوخت در این کشور که به مرگ 28 نفر منجر شد بر واردات سوخت از ایران تاکید دوباره کرد به گزارش العالم حسن نصرالله گفت که در ایران به اندازه سوخت وجود دارد که کشتی ها پر بوده و منتظر خریدار هستند او در ادامه آمریکایی ها را مسئول حوادث این کشور نامید که به گفته او از سفارت خود هر جامعه را مدیریت می کند. نصرالله در ادامه همچنین بر واردات بنزین و گازوئیل از ایران تاکید کرد و گفت روزی که بنزین وارد کشور شود در شب نخواهد بود بلکه به صورت علنی صورت خواهد گرفت. پس از آنکه دولت انتقالی لبنان از هفته گذشته و به دلیل نداشتن پول یارانه سوخت را حذف کرد وضعیت سوخت در این کشور بحرانی تر شده است. لبنان در ماهای گذشته شاهد اعتراضهای گسترده به شرایط بد اقتصادی بود دبیر حزبالله حزب الله بیشتر نیز از واردات سوخت و دارو از ایران برای جبران کمبودهای موجود در این کشور خبر داده بود لبنان طی سالهای گذشته با بحرانهای مالی روزافزونی و در ماههای گذشته با بحران سوخت مواجه شده است ایران به عنوان متحد سوریه سالهاست که به کشور روزانه سی تا 50 هزار بشک نفت خام تحویل میدهد اما دولت لبنان به خاطر تحریم های آمریکا و بیم از دست دادن متحدان عرب و اروپایی خود از درخواست کمک از جمهوری اسلامی برای تحویل سوخت سر باز زده بود درخواست اخیر دبیرکل حزب الله لبنان برای دریافت کمک و به ویژه سوخت از جمهوری اسلامی در حالی انجام می شود که ایران خود طی سالهای گذشته با بحران مالی کسری چشمگیر بودجه بیکاری فقر و تورم افسار گسیخته مواجه بود است. مسعود میرکازمی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در مراسم معارفش بر کسری بودجه تاکید کرده است. سال هنوز به نیمه نرسیده بودجه کم آمده و یکی از مهمترین چالش های دولت رئیسی به پایان رساندن سال 1400 با کسری بودجه چند ست هزار میلیارد تومانی است هرچند دولت روحانی که نام تدبیر و امید را بر خود گذاشته بود حاضر به پذیرش وضعیت بدی اقتصادی و کسری شدید بودجه کشور نبود و یا با سکوت وضعیت کسری را مشخص نکرد ولی ورود دولت جدید با اعلام رسمی وجود کسری همراه شده است مسعود میرکاظمی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه موضوع کسری بودجه را مورد توجه قرار داده و گفته که بودجه امسال کسری دارد که باید فکری برای آن کرد او با اشاره به کسری بودجه سال گذشته گفته بود در خرداد سال 92 104 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی داشتیم امروز بر اساس آمار سایت بانک مرکزی 650 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داریم که 90 درصد آن متعلق به خود دولت است نه شرکت ها. رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفته که 50 درصد از درآمدها عمومی بوده، 30 درصد از فروش داراییهای های مالی به دست آمده و امسال با پرداخت هایی که تا کنون انجام شده عملکرد درآمدی ما 225 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که مصارف ما 280 هزار میلیارد تومان بوده است میرکازمی همچنین به افزایش بدهی های دولت اشاره کرده و گفته که اگر بدهی ها را بررسی کنیم 300 تا 400 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و بیش از 50 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهی وجود دارد که اگر بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم هزینه های زیادی دارد به گفته یه رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه پارسال 560 هزار میلیارد تومان عملکرد مصارف داشتیم که جای سوال دارد چطور یک دفعه به 1277 میلیارد تومان میرسد در شرایطی که میدانیم تحریم نیز شدیدتر شده پس نمیتوانیم اینطور ادامه بدهیم مسعود میرکازمی در حالی به کسری بودجه اشاره کرده که بانک مرکزی نیز به تازگی در رابطه با افزایش پایه پولی از این حکایت دارد که این متغیر در پایان تیر ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته 12.8 درصد رشد داشته که این افزایش به دلیل استفاده از است تنخواه و افزایش سقف مجاز آن بر اساس مصوبه بوده که هیئت وزیران داشته است. از سوی بالغ بر 3300 میلیارد تومان به عنوان تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفته که به هر صورت با وجود مصوباتی که قانونی بوده خود به نوع استقراض از بانک مرکزی و عامل افزایش پایه پولی بوده است. مسعود میرکازمی در گزارشی که از وضعیت بودجه کشور ارائه داده با تاکید بر اینکه شرایط خیلی سخت است افسوده است چرا باید به این نقطه برسیم در سال 91 عملکرد هزینه جاری 89 هزار میلیارد تومان بود چرا امروز باید به 900 هزار میلیارد تومان برسد آیا شرایط اقتصادی خوبی داشتیم آیا اقتصاد مقاومتی را رعایت را کردیم رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گفته است که همه طی این سالها دنبال تورم یک رقمی بودن ولی متاسفانه بسیار از مواقع دچار تورم دو رقمی در کشور بودیم نرخ بیکاری یک رقمی در برنامه قرار می دادند ولی محقق نمیشد و عمدتا ما دو رقمی بودیم این نشان میدهد که مشکلی وجود دارد ولی نباید این را گره بزنیم به تحریم بله تحریم تاثیر دارد و کسی رد نمی کند ولی این شرایطی بوده که تحریم جدی نبوده ولی ما همین مشکلات را داشتیم جایی بوده نفت هم فروختیم ولی نابسامانی در شاخصهای کلان در کشور را هم داشتیم او همچنین عملکرد کرده دهه گذشته دولت های مختلف را مورد نقد قرار داده و گفته اگر شاخص های بهرهوری در چه سال گذشته را بررسی کنیم یا ثابت بوده یا منفی چرا باید اینطور باشد؟ حجم بالای سرمایه گذاری در کشور انجام شده اما تولید مؤثری نداشتیم چرا امروز باید 90 درصد واحد های صنعتی در شهرک های صنعتی ما تعطیل باشند؟ به شما قول می دهم که خیلی از این واحدها اگر تحریم هم نبود تعطیل بودند در بعضی از جاها ده واحد نیاز به کالا داشتیم صد واحد ظرفیت تولید ایجاد شده است چرا باید این گونه منابع به هدر برود آیا نیاز نیست در راهبرد توسعه بازنگری کنیم که از هدر رفت منابع کشور جلوگیری می شود؟ خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره وضعیت بودجه نوشته است که اوضاع بودجه 1400 از همان ابتدای ورود به مجلس و جریان پرهاشی تصویب نشان از این داشت که نمیتواند بر اساس آنچه مصوب شده به نتیجه مطلوبی برسد و حتی در دو ماه از سال نگذشته بود که برخی نمایندگان مجلس که البته خودشان از تصویب کنندگان این بودجه بودند از کسری های سنگین تا 300 هزار میلیارد تومانی آن سخن میگفتند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا